کنسورسیوم شرکت‌های تجاری بودند که در هلند با سرمایه 100 هزار لیره به ثبت رسیدند. 40% سهام متعلق به انگلیس، 40% متعلق به شرکت‌های مختلف آمریکایی، 14% فرانسه و بقیه هم مال هلند شد. سهم ایران از نفت 1/8 قیمت معین شده در قرارداد تعیین شد. عجبا که قیمت نفت در بازار بشکه‌ای 2.12 دلار بود، در حالی که با ما طبق قیمت تعیین شده در قرارداد یعنی بشکه 1.79 دلار حساب می‌کردند. آنچه طبق قرارداد به ایران تعلق گرفت، یکی پخش نفت در ایران بود که البته همیشه به ضرر شرکت نفت سابق بوده و دیگری خدمات و هزینه‌های وابسته به نفت مثل ساختن بیمارستان، نانوایی، پرداخت بیمه کارگران و همچنین اداره نفت شاه که سابقا دست انگلیس بود. به این ترتیب بعد از مصدق کلاه بزرگی بر سر ملت ایران گذاشتند، چون سهم ایران بعد از آن همه غوغای تبلیغاتی به کمتر از سال 1331 رسید. البته رسیدگی به حساب کتابها را هم معلوم نیست چه کسی انجام می‌دهد. ما چه می‌دانیم که کارشناسان و مستشاران مربوطه چقدر حقوق می‌گیرند، چون موضوع به کیفرخواست مربوط نیست. وقتی صبح روز دادگاه به آدم خبر محاکمه را می‌دهند اینطوری می‌شود: اکنون نفت ایران با سرعت بیشتر به غارت می‌رود. کل تولید نفت ایران 227 میلیون تن است. حساب کنید به هر کس چقدر میرسد. کل درآمد از هر تن نفت برای ایران 1.3 دلار از 10 دلار بوده است. همین نفت در بازار اروپا 14 دلار به فروش میرسد. اگر مخارج نفت برای هر تن را 4 دلار بگیریم، 1825 میلیون دلار یعنی 14.4 میلیارد تومان تضییع میشود. آقای دادستان، این ارقام را حساب کنید، نه ارزی را که برای مسلسل‌های ما که این هم از آنها عکس گرفته اید خارج می‌شود. اشاره می‌کنم به جریانات پارسال نفت، چه جنجالی درباره پیروزی ایران در اوپک برپا شد. الان با عدد ثابت می‌کنم که چه به دست آمده است. قیمت نفت به طور کلی 33 سنت در هر بشکه افزایش یافته است و مالیات سود